خانم بهکیش، میدونیم که امروز دوباره حمید نوری باز همه قتل عام 67 رو سعی کرد انکار بکنه و دوباره به خاطر نوع برخوردی که با خانواده دادخواه و جانباخته ها داشت، هم قاضی بهش تذکر داد و همین که سعی میکرد از پاسخ صریح به سوال تفره بره. نظر شما چیه که چرا سعی میکنه این کار رو بکنه؟ خب اون برها سیاستش این هست که میخواد کلن قتل عامش از زندانیان سیاسی در زندان ها رو بگه اصلا نبوده، همه توهم بوده، همه ساخت و پرداخته نمیدونم مجاهده و کمونیست ها با همدیگه بوده. ولی من اتفاقا واقعا دلم میخواست همونجا توی دادگاه بلندشم بگم دو تا برادر من محمود و محمد علی که در زندان گوهردش بودن و در 5 شهریور اونها رو تو گوهردش کشتن، استعلام هم ما گرفتیم، اینا جزء پروندهشون جزء ناپدید شدگان قهری ثبت شده و به ایران هم به هر حال تماس گرفته این گروه ناپدید شده قهری و همه چی روشنه. بچه های دیگه همینجور عادل طالبی همینجور گوهردشتی، بچه های دیگه الان اینا گوهردشتی هستن، اینا گوهردشتی های چپ، اینا چپ هستن، بچه های کمونیست هستن، یه تعدادشون فقط که در شهریور 67 در زندان ها کشته شدن. همه اینا حکم زندان داشتن. اگر اون چیزی که حمید نوری میگه که اینا میخواستن شورش کنن برن به مجاهدین به پیوندن، اینها پس اگر یه چنین چیزی بوده اینا رو حکم زندان بهشون نمیدادن. خیلی از اینا حکماشون تموم شده روه و تمام اینها رو در شهریور 68 کشتن، اینا در گوهردشتن. یه سری دیگه من درست کرده بودم مال زندان اوین، متاسفانه نتونستیم پرینت بگیریم. مهداد پناهی هم در زندان اوین در 67 کشته شده. لاله جان بیا، منتظر هی شدیم داری داری توضیح کنیم راجعون راجع تو هم راجع بیشن بگو. من الان گفتم که بیشن یاد یه خاطره ای افتادم که مادرم رفته بود ملاقات، بعد بهش میگفت ملاقات حضوری، گفتن درخواست بدی میدن، گفت درخواست نمیدن، مگه نمیدونی اینا دروغگوان. مادرم خیلی تحت تاثیرم، گفت 3 بار گفت دروغگوان، در حالتی که شنود داشت میرفت تو بند میزدنش، اما گفت اینا دروغگوان. و واقعا حمید نوری امروز نشون داد که یه لومپن لوده دروغگوه. میگه که ما اینا رو نکشتیم، من از هیچ چی خبر ندارم، اینا میخواستن شورش کنن. میگه شاید اعدام شدن، از خانوادهشون بپرسیم. گفتم ما از خانواده بپرسیم، همه خواهر برادر من میان شهادت میدن که برادرم به قتل رسیده در سال 67 با وجود داشتن 10 سال حکم. این عکسشه، این رو اعدام کردن، حالا دارن انکار میکنن به قتل رسوندن. من وصیت کردم دخترم اگر مردم دخترم ادامه راه باشه، ما از پای نمی نشینیم. منم خانوادم 100% میتونه هر جا که باشه راجب عادل صحبت میکنه، راجب همسرم خانواده همسرم بیان دفاع بکنن. جمهوری اسلامی باید بدونه که باید جوابگوی این کشتارها باشه. حمید نوری نوچه های اینا که اومدن اینجا نشستن بدونن که ما هرگز از پا نمی نشینیم. ما خانواده ها تلاش خودمون تا آخرین نفس ادامه میدیم. بعد از ما نسلای بعدی ما خواهند کرد که این کشتار عظیم را. امروز حمید نوری با وقاحت تمام باز دوباره انکار کشتار 67 بود و ما همه نظارگر این گفتگوهایی که کاملا دروغ بود. و من یک نقطه دیگه که من بخواستم بگم، ببینین الان این ستاره ها بدون تصویر، این رو برادرم محسن در زندان اوین 4 ستاره به یاد محمد رضا، سیامک اسدیان، زهرا و این رو سه تا ستاره به یاد اونها درست کرده بوده که 64 اردیبهشت که اعدامش کردن به دست محمود علی در گوهردشت رسید و به یاد محسن یک ستاره دیگر هم درست کردن. و بعد نکته دیگه که اگه انکار میکنه، اینا در شهریور در آذر ماه دقیقا در همین روزها دو تا ساک برادر من رو در 4 آذر سال 67 دادن و زندانیان دیگه ای هم همینجور. اگر اینا یعنی خودشون گفتن که اعدامشون کردن و اینا حکم داشتن، حکم زندان داشتن.
مشخص کاملا که تمام حرفهای حمید نوری تحریف، انکار و برای امیدوارم که دادگاه حمید رو جلسه قبلی جمعه حمید نوری اسم منو کامل با اسم لقب خودمونم عصمت طالبی کلخوران عنوان کرد تو دادگاه که دادستان و قاضی بهش تذکر دادن حق نداری. اینا فکر میکنن اسم بردنشو، فکر کرد حمید نوری با اسم بردن من با فامیلم و اینا میتونه منو به ترسونه عقب نشینی بکنم، بلکه در جلسات بعدی حضور نداشته باشه. تا اونجا که امکان داره من در جلسات بعدی هم حضور خواهم داشت و نظارگر گفتگوهای دروغ اون هستم. من از همینجا بگم شب قبل از شهادت هم یکی از افراد فامیلمون بهم زنگ زد، گفتش که نکن این کارو خطرناکه، گفت دیگه پاتو نمیتونی بذاری سفارت، من خواهر و برادری در ایران ندارم، اما به هر صورت گفتش که برات بد میشه. گفتم اهمیتی نداره، هر چی میخواد بشه، ما از هیچ تهدیدی نمیترسیم، ما پای این خونها وایستادیم، ما دادخواه این خونها هستیم، اینها نمیتونن خونه عزیزان ما رو پایمال کنن، ما نمیترسیم. اگر حمید نوری اسم خانم عصمت کلخوران رو میبره، میگه طالبه کلخوران، بدونه که ما نمیترسیم از این تحقیق ها. دقیقا دقیقا، و امیدوارم به حال این دادگاه به نتیجه خوبی برسه و حمید نوری به اسد مجازات محکوم بشه و حقایق این جنایت ها، این کشتار، قتل ها در زندان ها روشن بشه و تمام این عزیزان ما توی زندان گوهردشت و تو زندان ابی و تو زندان های شهرستان ها که 5000 نفر کشته شدن، کشترشون اینا همه روشن بشه.